أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت همه شما خواهران بزرگوار، برادران گرامی، سلام و عرض ادب دارم. در ادامه مباحث جلسات قبلمون که رسیدیم به بحث لزوم حجاب و عوامل و ریشه های بیهجابی، در این جلسه میپردازیم به یکی دیگر از عوامل و ریشه های بیهجابی که عبارت از اظهار غنای مالی است. ایرانی ها یک ضرب المثلی دارن، میگن دارندگی و برازندگی، یعنی کسی که داره خودنمایی میکنه، حالا خدا نکنه به فخر فروشی هم برسه. بعضی ها همین که ماشین خیلی مدل بالایی دارن، همین که خونه خیلی خوبی دارن، همین که درآمد بالایی دارن، شروع میکنن به فخر فروشی و نشان دادن مال و ثروت خودشون به دیگران، یه جوری خودنمایی کنن. گاهی هم این مسئله به طرف به سمت سوی خانم ها کشیده میشه و میبینیم که اونها هم به همین شکل با نوع رفتار و پوشش، پوشیدن لباس‌های گران قیمت تجملاتی که باعث میشه به جلب توجه نامحرم بینجامه و یا اینکه نوع آرایش خودشون، آرایش‌های خیلی گران قیمتی که میکنن، این دیگه موجب فعل حرام بشه و همون مشکلاتی رو که در جامعه برای مردان، حالا چه مردان متأهل به یک شکل و چه آقایونی که مجرد هستن به شکل دیگه، این مشکلات رو ایجاد میکنه. خواهرا، برادرا، اینو من به شما عرض بکنم. ببینید، اسلام با داشتن مال و ثروت مخالف نیست، اما تجملگرایی، فخر فروشی و مالی که انسان رو به سمت گناه بکشونه، اون رو اسلام باش مخالف. فلذا ما باید اینقدر برای خودمون ظرفیت ایجاد بکنیم که وقتی مالی به دستمون رسید، اولا خودمون رو گم نکنیم، همپای فقرا بدونیم خودمون رو، همنشین اونها باشیم و بعد از اون هم بتونیم با این مال به بهترین شکل ممکن خدمت کنیم، چه به دینمون، چه به مسلمانان، حالا چه به خودمون و خانوادم. اما میدونید که پول، که یه آقایی میگفت پول علیه السلام اصطلاحا، انقدر قداست داره، چیزیه که یکی از حربه‌های بسیار مناسب برای به انحراف کشیدن انسان هست توسط شیطان. بزرگواران، میدونید وقتی که خداوند متعال از شیطان خواست که به انسان سجده کنه، مکرر در جای مختلف قرآن اومده، شیطان همون تکبرش اجازه نداد که به انسان سجده کنه، رانده شد. حالا بحثش مفصله که اصلا شیطان کی بود. 6000 سال امیرالمومنین فرمود عبادت خدا رو کرده بود، با اینکه خودش یک جن هست، اما به واسطه عباداتش رفت بالا، هم ردیف ملائکه شد و باز هم به خاطر خلوصی که در عبادتش داشت از ملائکه هم بالاتر قرار گرفت. در جاهایی داریم که برای اینطور که گفته شده، من نقل قول عرض میکنم، به مقام استادی ملائکه هم رسید، یعنی ملائکه درس هم میداد. اما چی میشه که بعد از 6000 سال عبادت، که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند شما نمیدونید این 6000 سال از سالهای دنیا بوده یا آخرتی بوده، چه جوری بوده، اصلا معنای این 6000 سال هم خودش باید برای ما تبیین بشه. به یک باره سر یه عمل که ازش میخوان سجده کن نمیکنه، خلاصه سرپیچی میکنه از فرمان خدا و میشه لعین اول و آخر این عالم. یعنی همه الان میان خدا لعنت کن شیطان رو، یعنی که اینقدر مقدس بود، به مقام اینجوری رسیده بود. خب چرا اینطوری میشه؟ حالا یه بحثه. چیزی که من میخوام بگم اینه، بحث اون سر پوله. بعد که منحرف شد، بعد که سجده نکرد، بعد که تکبر ورزید، بعد که در پاسخ خدا گفت
انا خیر من، من از این انسان بهترم، اون از گل خلق کردی، از خاک خلق کردی، من از آتش خلق شدم، خلقته من طین و خلقتنی من النار. خلاصه این شیطان دید حالا چیکار کنه، انتقام بگیره، تصمیم گرفت این انسانو انحراف ایجاد کنه درش دیگه، نذاره به اون کمالات انسانی خودش برسه. یکی از بهترین چیزهایی که به عنوان راهکار پیدا کرد پول بود، مال و ثروت بود، که فهمید به واسطه این مال و ثروت که خیلی خوب میتونه انسان رو به انحراف بکشونه. فلذا به خود انسان سجده نکرد، اما داریم که پول رو در برابر خودش گذاشت و به پول سجده کرد و گفت من با تو خیلی کارها میتونم بکنم و داره میکنم. شما ببینید الان در دنیای امروز ما انسان‌ها دیده میشه به واسطه مال و ثروت خون همدیگه رو بر زمین میریزیم، انسانی انسان دیگر رو به قتل میرسونه به خاطر پولش، به خاطر اینکه حالا یه راهزن باشه گردنشو میزنن اون بند خدا رو، پولشو بردارن و برن، اسلحه میکشن جلوی بانک یا داخل بانک میرن با اسلحه پاش بیفته شلیک میکنن میکشن که پولا رو ببرن. همینطور تو بحث حرام و حلال پول و ثروت، چون الان چقدر مردم روی آوردن به اینکه به واسطه پول کلاه سر هم دیگه بذارن، جنس بنجل به هم غالب کنن، جنس تقلبی بدن، کم فروشی کنن و و به هر شکل از کار کم بذارن تو اداره، تو محیط کار، اونی که بناه، اونی که کارگره، اونی که مستخدمه، اونی که کارگر کارخونه است، همه یه جورایی تو کار میزنن، میدزدن، کمکاری میکنن، اما میخوان پولو بگیرن و برن. پس چقدر مال حرام میاد تو زندگی ها. و آقایون، یکی از اساتید ما میفهم بودن که خواهر رو دقت کنید، ایشون میگفت اگر این شاهرگ گردن منو بزنن من دست از این حرفم بر نمیدارم، کسی که زنش بد حجاب بشه مطمئنن مال حرام اومده تو خونش. یعنی مال حرام یکی از آثارش اینه که اول حجاب رو از سر ناموس آدم برمی‌داره، اثر مال حرامه. یعنی شما هر چی هم بگی طرف مؤمن مطمئن با ایمان، اما زنش اگه بعد حجاب شد برو این سر سفرهش چه لقمه‌ای گذاشته، میگین آقا این کاسب حلال خوره، حالا یا خمس نمیده یا یه جای کارش ایراد داره که این مال ایراد پیدا کرده. وقتی این مال اومد سر سفره و استفاده شد توسط زن و بچهش، اثر اون مال و مثلا اثر آتش سوزاندن دیگه، اثر آب اینه که آدم خیس میشه، آدم بپره توی آب خیس میشه، نمیشه آدم بره توی آب خشک بیاد بیرون. که اثر مال حرام هم تو زندگی یکی از آثارش اینه که حجاب رو از سر زن و بچه آدم برمیداره. یعنی هر کس گفت نمیدونم چرا دختر من بد حجاب شده، نمیدونم چرا زن من اونطوری که باید باشه یا قبلا بود الان نیست، نمیدونم چرا، بگو مالتو چک کن، ببین مالت کجاش ایراد داشته که باعث شده که خانم تو بد حجاب بشه. در این باره من باز هم صحبت دارم، انشالله جلسه بعد باز هم در این موضوع صحبت خواهیم کرد. در پناه خدا موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.